سلام چهارشنبه 29 اردیبهشت 95 18 می 2016 میلادی در مورد پنج موضوع امروز صحبت میکنیم موضوع اول اینکه دیروز سهشنبه ساعت 9 صبح آقای مهندس اشمت الله تبرزدی زندانی سیاسی با سابقه و دبیرکل جبهه دموکراتیک ایران از منزل خارج شده برای دیدار یکی از دوستانش اما مراجعت نکرده و خانواده و دوستان معتقدند که دستگیر شده و به زندان اوین منتقل شده آقای مهندس یک بار هم قبل از عید به سراغش رفته بودند ولی گفته بود که او به پای خودش به اوین نخواهد آمد و حکمی رو هم حاضر نیست دریافت بکنیم و تهدید کرده بود که هرگاه او رو دستگیر بکنند دست به اعتصاب غذا خواهد زد چند ماهی بیشتر از آزادی آقای حشمت الله تبرزدی از آخرین زندان او که بیش از پنج سال طول کشیده نمیگذره و مجموعاً این مبارز خستگی ناپذیر 16 سال در زندان با در مقاطع مختلف بود اخیرا آقای مهندس تبرزدی کمپینی رو آغاز کرده بود به نام کمپین معیشت که در اون خواستار افزایش در حد دستمزد برای حقوق بگیران ثابت تا خط فقر شده بودن همینطور تأمین اشتغال صندوق بیکاری آزاد کردن تجمع ها و نهادهای مدنی متعلق به زحمت کشان جامعه و از دولت خواسته بودند که برای تامین این خواسته ها نهادهای غیر پاسخگو که بیش از نیمی از اقتصاد کشور رو در کنترل دارن انبالشون رو دولت به موجب قانونی بگیره به هر حال این کمپین که تا الان نزدیک به دو هزار نفر اون رو امضا کردند آقای مهندس تبرزدی سخنگوی این کمپین هست و گفته میشه که احتمالا این برخورد اخیر با او از ترس مقابله گروه های فقیر جامعه اخشار فرودست کارگران حقوق بگیران ثابت معلمان و بیکاران و دستفروشان جامعه است که فریاد گرسنگی و فقرشون به آسمون رسید آقای دکتر عبدالفتاح سلطانی هم که از چندی قبل مادر بیمارش در احتضار به سر می برد بارها تقاضای مرخصی کرده بود که به دیدار مادر بتواند بیاید اما متاسفانه مقامات مخالفت کردند و بعد از فوت مادر او اجازه دادند که او به مرخصی بیاد و مراسم اونها فردا پنج شنبه برگزار میشه موضوع دوم اینکه یزد که به عنوان شاید سومین استان صنعتی کشور محسوب بشه و تعداد زیادی در سالیان اخیر کارخانجات نساجی، فولاد، معدنی و کاشی و سرامیک در این استان مشغول کار شده بودند و قطب اشتغالی شده بود که از استانهای دیگه هم برای کار به یزد میرفتند به دلیل رکود گسترده اقتصاد ایران کمر کارخانجات شکسته و به گفته مقامات استان از سال تنها در یک سال گذشته بیش از چهل و پنج هزار شغل در شغل صنعتی در یزد از دست رفته کارخانجات متعدد یزد یا تعطیل دارن میشن یکی یکی یا با ظرفیت های پایین در حدود سی درصد ظرفیت فقط کار میکنند و ادامه روند فعلی بحران بزرگی رو در این استان رقم خواهد 170 کارگر کارخانه نساجی الگنت در استان سمنان هم سه ماه مزد طلب دارند ایدی و پاداش سالهای 93 و 94 رو هم دریافت نکردند در اصلوی فاسهای 21 و 22 این پروژه هم بیش از هزار کارگر از اسفند ماه تا کنون حقوق دریافت نکردند وعده داده کارفرمای پیمانکاری که در پانزدهم خرداد که روز تعطیلم هست فقط حقوق بخش یک ماه حقوق اونها رو میپردازه از ابتدای سال تا الان موفق شده کارفرما تنها حقوق بهمن ماه گذشته رو به کارگرا بپردازه شورای عالی بانک مطرح کرده که احتمالا بهره بانکی رو باز هم کاهش میدن با تا سطح 15 درصد به این امید که با پایین آمدن بهره رونقی بتواند در کارخانجات و بخش اقتصاد حاصل بشه موضوعی که اگر تصمیم های دیگری برای بانک ها اتخاذ نشه و ساختار اونها درست نشه تکلیف طلب های بزرگ لاوصولشون معلوم نشه و نرخ تورم پایین نیاد نه فقط دردی رو درمان نخواهد کرد بلکه همون اتفاقی میفته که در دوره احمدی نژاد هم افتاد و نرخ بهره پایین عملا یک رانت ایجاد کرد که فساد رو به بانک ها تسری داد مشکل سیستم بانکی ایران مشکل بزرگ و گسترده است که اگر حل نشه بانک های اروپایی هم گفتند که باید ضوابط بازل یک دو و سه که کنوانسیون های و گرده همای های سیستم بانک اروپا هست در ایران رعایت بشه تا بتونن با ایران همکاری بکنن در حال حاضر بانک ها ایران حتی صدور زمانتنامه بانکی رو هم متوقف کردن به دلیل هم مشکلات ترازنامه هاشون و هم نبودن زخایر و مجموعا سیستمی ناکارآمد غیر فعال شده سیستم بانکی که مادامی هم که اینطور باشه بعید است که چرخ اقتصاد کشور بتونه به حرکت در بیاد موضوع سوم اینکه فراکسیون امید مجلس تشکیل جلسه داد آقای عارف به ریاست انتخاب شد یک شورای ریاستی نه نفره که هیچ زنی هم در میان اونها نیست و اما جالبه که تعداد اعضای فراکسیون رو اعلام نکردن دیروز گفتیم که از مستقلین گفتن 60 نفر به آقای لاریجانی رای خواهند داد و گفته میشه در فراکسیون امید هم تعدادی در واقع به اصولگراها تعلق دارند. به هر حال باید صبر کرد که با این مقابله ای که با آقای لاریجانی داره صورت میگیره وزن کشی در مجلس چگونه خواهد شد ضمن اینکه به نظر میرسه اصلاح طلبان اشتباه تاکتیکی دارن میکنن چون در واقع جناه میان روی اصولگراها ها رو که در انتخابات با اونها متحد بودن به این ترتیب میرونن به سمت تندروهای اصولگراها ها و خطکشی میکنن که معلوم نیست حاصلش کسب اکثریت مجلس باشه محمدی گلپایگانی رئیس دفتر آقای خامنه ای مدتی است که بیماره و اخیرا در چند نشست و جلسه ای که باید حضور می غایب قایب بوده خود آقای خامنه ای هم در مراسم معارفه رئیس جدید صدا و سیما قایب بوده به نمایشگاه کتاب هم نرفته و مجددا شایعات در مورد سلامتی ایشون افزایش پیدا کرد موضوع چهارم اینکه مجلس شورای اسلامی جزئیات طرح گرفتن اجب... الزام دولت به گرفتن قرامت از امریکا رو هم تصویب کرد طرح هلهلکی دو فوریتی در واپس این روزهای مجلس دهم ده که عملا هم بی حاصل ادعای خسارت در از 28 مرداد تا جنگ ایران و عراق تا حمله به سکوهای نفتی و غیره که بعضی از این دعاوی حتی در هیچ دادگاه بین المللی هم قابل طرح نیست در مورد 28 مرداد هم در بیانیه الجزایر لایحه مفصلی تهیه شد جزو دعاوی ایران به دادگاه لاه ارائه شد اما به جایی نرسید موضوعی که سی سال پیش یک بار امتحان شده بیشتر باید گفت این طرح قانونی یک حالت نمایشی داره فرماندار تکزاس اعلام کرده طی نامه به آقای اوباما که این ایالت نه فقط تحریم ها علیه ایران رو لغو نمیکنه بلکه به تعداد اونها هم و مقدار اون هم اضافه خواهد کرد در وین مذاکرات صلح سوریه پیشرفت چندانی نداشت اما آقای لاروف دوباره تأکید کرد که از اسد روسیه پشتیبانی نمیکنه بلکه پشتیبانی روسیه از مبارزه علیه تروریسم و گفته ما از شخص پشتیبانی نمیکنیم دیدبان حقوق بشر هم اعلام کرده دستگیری 32 نفر در سعودی در, در سال 2013 اتفاق افتاده یک نفر از این 32 نفر ایرانی یک نفر افغانه و الباقی سی نفر سعودی هستند و همگی شیعه دیدبان حقوق بشر گفته دادگاه اونها با ضوابطی که الان داره در واقع تمسخر عدالت سنای امریکا هم لایحه‌ای رو تصویب کرده که عربستان تهدید کرده بود اگر تصویب بشه دارایی‌هاش از امریکا بیرون میبره و این لایحه تحت عنوان عدالت علیه حامیان تروریسم اجازه میده که دادگاه فدرال امریکا شکایتها علیه مقامات سعودی رو رسیدگی کنند که در احتمالا 11 سپتامبر دست داشتند البته آقای اوباما تهدید کرده که این لایحه رو وتو خواهد کرد در صورت تصویب اما موضوع آخر اینکه جناب نقدی فرمانده بسیج فرمودن که بسیج وارد صنعت گردشگری میشه و اون رو میخواد تعالی بده از طریق درست کردن دهکده های مقاومت اندکی سب سهر نزدیک است تا فردا شاد پیروز موفق و سرفراز باشید به با امید پیروزی ایران و ایرانی